ممنون میشم ازتون اگر نحوه مضروب شدن خودتون رو برای ما توضیح بدید و اینکه بفرمایید آیا سلاحی رو حمل میکردید برای دفاع از خودتون یا خیر؟ والا ما داشتیم سمت اونا میرفتیم که اونا رو عقب نشینی کردن، بعدش ما دو قدم اومدیم عقب، پشت سرمون نگاه کردم دیدم اتوبوسی بهم خورده و دیدم داشتم بلند میشدم، دیدم نمیتونم، بعدش هم توی بیمارستانم. زور بود، ساعت 1 رفتیم توی فرمان انتظامی تهران بزرگ، یه جایگاه فرودگاه داشت که همونجا منتظر موندیم. دیگه با موتور اینا چند تا رژه و اینا کار کردیم واسه اختشاش اینا آماده شیم. ساعت نزدیک های 3 بود، گفتن که آماده باش خورده تمام خیابون پاسدارم. بعد یه هایی چند تا جمع طرف حمله کردن، معمولا هم چند نفر باش حمله کردن، همینجوری از اونجا شروع شد. بعد درباره خسارت هایی که به مردم زدن، چون خیلی فیلم هایی که منتشر شد دیدیم که رفته بودن تو خونه های مردم، رو پشت بونه های مردم. آره. خب درباره این همی توضیح هم میدیم. اونجا هم داشتیم حالا به طرفشون میرفتیم، از اون بالا آجر رو اینا مینداختن، سنگ اینا مینداختن. حالا تو سفر منم چند تا خورد، داری خدا شکر تو سرم اینا نخورد. آجر رو مینداختن، بعد همین رو به عقب میرفتن میزن شیشه ماشین مردم میشکندن. همین رو تا اینجا شد. چجوری وارد خونه های مردم میشدن؟ بعضی خونه هاشون بگم داشته تازه ساخت میشده، در وسیله بودن، خلاصه بعضی وقت در لغت میزدن میشکندن، به حال میرفتن دیگه، یه جورایش رو هر جوشه خودش رو میرسوندن. این به واسه فرار حتی در خونه آره. ها رو هم میشکنن. آره. بعد هم موقع اختشاش هم که میشد توی بعضی کوچه ها قایم میشن، یه هایی مثلا به یه معمولی حمله میکردن، بعد خلاصه معمولا اون 4-5 نفری میگرفتنشون دستگیرش میکردن.